عرض احترام و سلام حضور همه دوستانمون، خیلی خوشحالم که در کنارمون هستید. امروز 23 شهریور 1403 و جمعه است و یک لایو دیگه از لایو های هفتگیمون رو داریم برگزار میکنیم که قراره امشب روی موضوع نارگیل صحبت بکنیم. نارگیل، روغن نارگیل که امروز هم یه پست کوتاهی در موردش داشتیم، البته که خب پست نبود، پست بود ولی گزیده خیلی خیلی کوتاهی بود از لایوی که چند وقت پیش برگزار شده بود. یه نکته خاصی در مورد روغن نارگیل داشت و اینکه من ارجاع دادم به دو تا اپیزود خیلی جالبی که در مورد روغن نارگیل در پادکست لبنیات و غذا داریم و روغن MCT که خب دوستانی که اگر علاقه من باشن با توجه به لینک هایی که معرفی شد و گفته شد که دسترسی داده شد میتونن اونها رو گوش بکنن. چه صدای رعد و برقی، ترسیدم. خب دیدم بعد نیست که یه صحبت کوتاهی راجع به همین روغن نارگیل امروز داشته باشیم که ببینیم که حالا اینو برای چی میتونیم استفادهش بکنیم. برای پخت و پز، برای سرخ کردن، چون توی کامنت ها هم همچین سوالاتی شده بود. ببینید خیلی ساده میریم سر اصل مطلب. نارگیل رو خب هممون میشناسیم، یه میوه خوش عطر، گوشتش خوشمزه است، بعضیا دوست دارن. پودر نارگیل رو توی شیرینی پزیامون استفاده میکنیم، عطر خاصی داره و طبیعتاً اون قسمت گوشتیش روغن خیلی خوبی داره و روغن نارگیل هم معروفه. اما این روغن نارگیل از دست روغن‌های اشباعیت زیادی داره. 90% اشباعه. ببینید 90% خیلیه ها، خیلی زیاده. مثلا دنبه چیزی حدود 50% اشباعیت داره. خب حدوداً چربی شیر 70% حدوداً اشباعیت داره. این که مثلا ما میگیم چربی های اشباع خوب نیست ها. یا روغن پالم که اون هم جزء چربی های اشباعه، اون هم حدود 50% اشباعیتش. اما نارگیل خیلی زیاده، حدود 90% اشباعیتش. به خاطر اینه که اگر مثلا روغن نارگیل رو بذاریم توی دمای محیط میبنده و صفر میشه. خب این شاخصه خیلی بارزشه. اما از طرفی هم یه ویژگی های خیلی خوبی هم داره. چون ببینید ما میگیم وقتی که میگیم یه روغنی اشباعه، نه که خیلی خطرناک باشه و ترسناک باشه، این بستگی داره به اون اسیدهای چرب اشباعی که توی ساختمانش وجود داره. روغن نارگیل هم یه سری اسیدهای چرب اشباعی داره که خوبن بهشون میگیم اسیدهای چرب متوسط زنجیر. و این اسیدهای چرب متوسط زنجیر رو حدوداً 60-65% داره. خب و به طور خیلی مشخص هم 50%ش یه اسید چرب خیلی شاخصه به اسم اسید لوریک. اصلا اسید چرب لوریک معروفه در مورد نارگیل. اصلا تا اسم نارگیل میاد همه صنایع غذایی یا اونایی که نارگیل رو به شکل علمی میشناسن این اسید لوریک توی ذهنشون جرقه میخوره، انقدر یعنی که زیاده توی نارگیل. این 12 کربن است. خب ما 8 کربن و 10 کربن هم توی این داریم. 8 کربن و 10 کربن بیشتر جزء اون متوسط زنجیرهای خیلی خوب عموما دسته بندی میشه. اما 12 کربن هم چرا توی بعضی از ریفرنس ها اونم قبول دارن. به خاطر اینه که ما میگیم که روغن نارگیل MCT خیلی خوبی داره. MCT یعنی که تریگلیسیرید هایی که این اسیدهای چرب متوسط زنجیر رو توی خودشون دارن. و این روغن MCT رو حالا شاید شنیده باشید، شاید هم نشنیده باشید. اگر ورزشکار باشید حتما شنیدید. بین ورزشکار و طرفدارای خیلی زیادی داره. خب معروفیت خاصی داره به خاطر ویژگی های خاصی که داره. توی رژیم های کتوژنیک هم ازش استفاده میکنن، از این روغن نارگیل و روغن MCT و اینجور چیزا. خلاصه که ویژگی اصلیش به اینه. اما
باز فراموش نکنیم که این جزء دسته چربی های اشباعه و ما محدودیت مصرف چربی های اشباع رو داریم. همونطوری که مثلا میگیم دنبه نخوریم، چربی شیر مثلا بی جا استفاده نکنیم، روغن حیوانی بی جا استفاده نکنیم، حواسمون به مصرف روغن مثلا روغن‌های اشباعی که یا روغن‌هایی که توش پالم هست باشه، بدون ترسا، بدون ترس، هیچ وحشت و هراسی این روغن‌ها ندارن. حواسمون باشه توی یک جمله میگیم محدودیت مصرف روغن‌های اشباع رو برای سلامتیمون داریم. خب این هم همینطور، این هم میره جزء دسته اونها، محدودیت مصرفش رو داریم. یعنی یک فردی که با تکرار میکنم، یک فردی که مثلا 60 کیلویه 2000 کیلو کالری باید در روز دریافتی داشته باشه، کالری روزانشه، 10% رو میتونه از چربیای اشباع تامین بکنه، که حالا بیایم حساب کتاب بکنیم میشه تقریبا یک قاشق خورده ای جمعاً چربی اشباعی که میتونه در روز مصرف بکنه، یعنی به 2 قاشق هم نمیرسه. حالا این چربی اشباع تو همه چی هست، تو هر چیزی که در روز مصرف میکنی میتونه وجود داشته باشه، از مثلا کیک و شیرینی گرفته، پنیر پیتزا گرفته، یا گوشت و مرغی که در روز مصرف میکنیم. اینها خب هر چقدر بدون چربی باشن بالاخره یه چربی توش هست، اونم جزء چربی های حیوانیه و جزء چربی های اشباعه. مثلا اگر سرخ کردنی استفاده بکنیم، روغن سرخ کردنی استفاده کرده باشیم، احتمال داره که توی فرمولاسیونش روغن پالم داشته باشه. خلاصه که خیلی چیزا هست دیگه، ما در معرضش هستیم و خودمونم اطلاع نداریم، خودمونم آگاهی نداریم و فکر میکنیم که فقط مثلا همون یه قاشق روغن حیوانی که داریم استفاده میکنیم برای ناهارمون اونو استفاده کردیم، در صورتی که خیلی چیزایی رو در طی روز میخوریم و اینها ممکنه که توشون روغن اشباع داشته باشن. حالا این روغن نارگیل هم میره جزء دسته اونها، که اینو برای این میگم که بعضی از دوستان پرسیده بودن که حالا میتونیم برای سرخ کردن استفادهش کنیم، میتونیم برای تفت دادن استفادهش بکنیم. خب حواسمون به اینجا باشه، حالا ببینیم میتونیم مثلا استفاده بکنیم یا نه. ببینید اگه از من سوال بکنید که مثلا من رشتم صنایع غذاییه و خب بر اساس اصول تکنیکی میتونم بگم آره میتونیم استفادهش بکنیم، خیلی هم خوبه. تصفیه شده شوها، تصفیه نشدهش نقطه دودش زیاد بالا نیست، تو دوده 170-175 درجه سانتیگراد تصفیه نشدهش، اما وقتی که تصفیهش میکنن میره روی 200 درجه سانتیگراد، حتی میتونه تا 230 درجه سانتیگراد هم بسته به درجه تصفیهش بالا بره. از طرفی گفتیم 90% اشباعیت داره، پس در برابر اکسیداسیون هم خیلی مقاومه. خب پس از نظر تکنیکی آره، چرا که نه، روغن تصفیه شده نارگیل میشه برای سرخ کردن استفاده کرد، جواب تکنیکی. اما جواب سلامتی که این نیست که، من دارم از نظر تکنیکی میگم این روغن قابلیت مصرف برای این رو داره، اما انجمن قلب امریکا چی میگه؟ میگه ما محدودیت مصرف روغن‌های اشباع رو داریم. حواست باشه در طی روز از صبح تا شب کل روغن اشباعی که میتونی مجازی وارد بدنت بکنی به عنوان یک فرد سالم، تازه افرادی که حالا مشکلات خاص دارن اونها به کنار، اونها باز پایین تری تا حدود 7% مثلا میگن که حد اکثر این چربیای اشباعی دریافتی روزانشون باشه. حالا یه فرد سالم گفتیم انقدر، حالا من بیام حساب کتاب بکنم ببینم او من در طی یه روز دارم چی میخورم، چی چقدر توش داره، مگه حواسم به اینا هست، اون وقت بیام برای سرخ کردن ازش استفاده کنم. بکنی تو سرخ کردن چقدر روغن مصرف میشه؟ حالا هر چیزی که بخوایی سرخ بکنی یه قاشق هم حساب بکنید، یه قاشق هم مصرف بکنید، که یه قاشق با یه قاشق نمیشه اصولا غذاهای ایرانی سرخ بشه، یا 2 قاشق هم حساب بکنید، فکر کنید ما در طی روز مجازیم که کلش اونقدر مصرف بکنیم.
حالا داریم اینجا همه رو یک جا میخواییم با یه قاشق روغن نارگیل مثلا بگیم آره ما یه قاشق روغن نارگیل مصرف کردیم، پس بقیه چی؟ اون یکی رو روش کنترل داریم. این جواب رو یادتون باشه برای همه روغن های اشبا که مثلا میپرسید که روغن دنبه رو میتونم استفاده بکنم یا نه، چربی شیر رو میتونم استفاده بکنم یا نه، روغن زرد آره میشه استفاده کرد آره. اما انجمن قلب امریکا چی میگه؟ اگه به سلامتیمون اهمیت میدیم اون مهمتره، سالم خوریمون مهمه. ما میتونیم که یه غذایی رو آماده بکنیم که حداقل آسیب‌های ممکنه بهش وارد بشه. خب پس این نکته خیلی مهمیه که ببینید تاکید میکنم برای همه روغن‌های اشباعی موضوع یادمون باشه. یه نکته دیگه، یکی از دوستان نوشته بودن که من جایی خوندم که اگه میخواین از خواص و فواید روغن MCT بهره‌مند بشید باید این ماده مؤثره از روغن استخراج بشه و به تنهایی مصرف بشه، اینو داشته باشید. یه دوست دیگه ای نوشته بودن که کامنت ها که MCT روغن MCT یا نارگیل رو کدوم رو توصیه میکنید؟ نارگیل با ارزش غذایی بالاتر یا به خاطر اشباعیت بالاش آنچنان ارزشمند نیست که به خاطرش بریم سراغش و همون MCT مصرف بشه بهتره؟ ببینید بذارید یه کوچولو در مورد خواص روغن MCT هم بهتون بگم. ببینید روغن MCT که گفتیم بیشتر ورزشکارا طرفدارشن، یه روغنیه که خیلی زود هضمش صورت میگیره، برای هضمش نیازی به اسیدهای صفراوی نداره. خب منبع سریع انرژیه، یعنی این سریع جذب میشه از دیواره روده، میره به کبد، در کبد یه سری اتفاقات روش میفته، تبدیل میشه به ترکیبات کتونی. این ترکیبات کتونی میتونن منبع انرژی خیلی سریع بشن، چه توی سلولهای ماهیچه‌ایمون چه تو سلولهای مغزیمون. یعنی تو مغزم به عنوان گلوکز میشه غذای سلولهای مغزیمون، توی ماهیچه‌هامون هم میشه منبع انرژی به جای گلوکز، به جای ترکیبات کربوهیدراتی. خیلی مهمه چون سریع عمل میکنه دیگه، این مسیر سریع پیش میره، ورزشکارا هم اینو میخوان، انرژی سریع میخوان، حالا قبل از تمرینشون، بعد از تمرینشون، اینا رو دیگه ورزشکارا باید بگن، متخصص تغذیه ورزشی این رو تجویز میکنه مقدارشم. پس از این نظر خیلی خوبه. بعد وقت این ترکیبات کتونی کارهای دیگه هم میکنن. این ترکیبات کتونی مثلا توی کاهش اشتها هم میتونن تاثیر داشته باشن. شاید به خاطر اینه که مثلا میگن روغن MCT یا اگه شنیده باشید مثلا میگن روغن نارگیل لاغر میکنی، اما باور نکنین همه اینا روغنه و 9 کیلوکالری انرژی داره هر گرمش، ولی به خاطر تأثیری که مثلا یه مقدار روی هورمون‌های سیری گرسنگی دارن این همچین چیزی رو بهش نسبت میدن. حالا اینو از من بشنوید و اصلا نشنیدم بگیرید، حالا فکر نکنید که الان برید روغن نارگیل بخورید لاغر میشید. یا میگن که همین کتون‌ها، ترکیبات کتونی خیلی مؤثرن برای کاهش و تخفیف علائم مثلا آلزایمر، علائم تشنج، سر. به خاطر اینه که اون رژیم کتوژنیک، و اگر که حتما شنیدید که اصلا اولین بار به خاطر بیماری سر این رژیم کتوژنیک مبناش گذاشته شد. رژیم کتوژنیک هم بر اساس اینه که همین ترکیبات کتونی از چربی ها تولید میشه. خلاصه این که این MCT این خصوصیات خوبو داره. حالا گفتیم که روغن نارگیل هم MCT داره دیگه، ولی گفتیم 50% اسید لوریکه، حدود 10
15% 10-12% اون 8 کربنه و 10 کربن است. خب مسلمه که اگر ما بخوایم از خواص واقعی MCT بهره مند بشیم، خوبه که روغن MCT رو به شکل خالص مصرف بکنیم، نه اینکه روغن مثلا نارگیل رو بیایم استفاده بکنیم. این مسلمه، اصلا مطالعات هم این رو میگن. ولی خب اگر مثلا من میخوام روغن نارگیلی دارم که میخوام ازش استفاده بکنم، اینم MCT توش داره، MCT خوبی داره. اینم بهتون بگم که اصلا MCT خالص رو از روغن نارگیل میگیرن و از روغن هسته پالم میگیرن. اون پالمی که ازش میترسید، اون روغن گوشت پالمه، روغن میوه پالمه. هسته پالم هم روغن داره ولی اصلا خوراکی نیست، یعنی اینکه مصرف خوراکی نداره، مصرفای دیگه داره. اما این MCT داره توش، MCTشو میتونن استخراج بکنن و به عنوان MCT خالص مثلا بشه یه محصول. پس اینم یه نکته. مسلمه که MCT، روغن MCT بهتر کار میکنه. اما روغن خود نارگیل یا خود نارگیل، مثلا یکی میخواد نارگیل بخوره، یکی از دوستان نوشته بود که پس ما نارگیل بخوریم خوبه. آره چرا که نه، ولی خب در طی روز ما که میخواییم چقدر نارگیل بخوریم؟ یا اصلا لازمی که اصلا نارگیل بخوریم؟ مثلا بگیم به جای سیبی که میخواییم بخوریم، پرتقالی که میخواییم بخوریم، نارگیل بخوریم هر روز. خیلی خوبه ها، فیبر خیلی خوبی داره، خیلی فیبر خوبی داره. فیبرش هم فیبر بیشتر نامحلوله تا فیبر محلول، یعنی از اون فیبرایی که به مدفوع حجم میده و برای دستگاه عمل کرده دستگاه گوارشمون و دفع خیلی خوبه، خیلی خوبه. ولی حالا مگه حالا چند نفرمون میوه نارگیل رو همیشه میریم میگیریم و بخوایم نارگیل بخوریم؟ یعنی یه چیزی نیست که فکر کنید که حتما باید مصرف بشه. اگه من گفتم که مثلا من روغن نارگیل رو میریزم یک قاشق چای خوری توی قهوه‌م میخورم، خب به خاطر اینکه روغن نارگیل توی خونه دارم این کارو میکنم. ولی حالا اینکه حتما واجب باشه که من این کارو بکنم که خواص سلامت بخش فوق‌العاده‌ای میخواد بهم بده، نه. حالا اون یه مقدار کوچولو MCT که میتونه توی یک قاشق روغن نارگیلی که من توی قهوه‌م اضافه میکنم چقدر میخواد اثرات کارکردی بارزی برای من داشته باشه، به جز اینکه یه حس خوشایندی به من میده، از عطرش لذت میبرم و فکر میکنم که چیز خوبیه، یه حس خوبی داره برام. شما هم اگه دوست داشتید استفاده بکنید. یا یکی از دوستان نوشته بودن که الان صفحات، یعنی پیجای سلامت محور روغن MCT تبلیغ میکنن، آیا شما میگید که حتما بگیریم؟ چه لزومی داره که بریم بگیریم؟ مگه ما ورزشکاریم؟ چه نیاز خاصی به روغن MCT یه فرد معمولی میتونه احساس بکنه که بره روغن MCT هم بگیره بخوره؟ حالا ما همه چیمون رعایت کردیم، همه چیمون تکمیل شد، حالا فقط همون روغن MCT موند که بریم روغن MCT بگیریم مصرف بکنیم. به جای اینها روی روغن‌های مصرفی روزانه‌مون احتیاط داشته باشیم، دقت بیشتری داشته باشیم، انتخاب‌های درست‌تری داشته باشیم، رفتار درست‌تری سعی کنیم باشون داشته باشیم که خواصی که بهش بهمون میرسه از اونها به شکل آسیب ندیدش ارزشمند باشه برامون. یعنی فکر نکنید الان یه چیزی که حتما باید استفاده بشه، حتما باید مصرف بشه. مثلا اگر ما تاکید میکنیم به این که روغن زیتون خیلی روغن خوبیه، استفادهش بکنید، به خاطر اینکه ما در طی روز قطعا پخت و پز داریم، مصرف سالاد داریم، خوبه که روغن انتخابیمون از بهترین روغن ها باشه. میگیم مثلا این روغن رو انتخاب بکن،
ولی حالا چه لزومی داره که مثلا من بگم که حتما برید روغن MCT بگیرید مصرف بکنید. ورزشکارا هم بنا به تشخیص متخصص تغذیه ورزشیشون که دوز مشخصی بهشون گفته میشه که مصرف بکنید، اونم علتش رو بهتون گفتم. یا افرادی که رژیم کتوژنیک دارن، اونا هم باز طبق نظر متخصص تغذیهشون ممکنه که از این پروداکت ها استفاده بکنن. همین. خب توضیحات واضح بود؟ سوال دیگه ای در این خصوص نیست؟ مثلا بذارید من نشونتون بدم، من روغن نارگیل دارم. ببینید این الان به این شکل بسته بندی این شکلیه. من اینو اولین باری که به این شکل میگیرم و همیشه توی یک شیشه میگرفتم. این شیشه های کوچیک هست، مثلا شیشه هایی مثل شیشه رب و مایونز چجوریه در داره. همیشه روغن نارگیل خونه ما اونطوری بود که هم مصرف خوراکی میتونه داشته باشه، هم مصرف برای پوست، هر چیزی، پوست، مو. حالا این دفعه من خوش آمد گفتم که این شکلیشو بگیرم، اینطوری گرفتم. و برای چی استفادهش میکنم اینو؟ اینو برای قهوه استفاده نمیکنم، اینو بیشتر برای پوستم استفاده میکنم. روغن نارگیل به خاطر همون ترکیبات MCTش برای پوستم خیلی خوبه. حالا متخصص های پوست باید بیان در این رابطه صحبت بکنن، من زیاد صحبت نمی کنم. اینم حالا بد نیست بدونید یا حالا بهتون بگم خیلی دوستانه و صادقانه. شاید تا من تا پارسال بگم شاید به مدت دو سال و نیم من تنها چیزی که به صورتم میزدم، تنها کرمی که به صورتم میزدم فکر کنید فقط همین روغن نارگیل بود. فقط روغن نارگیل. حالا غیر از ضد آفتابی که در طی روز میزدم برای مرطوب کردن صورتم، برای حالا کرمی که به صورتم بخوام بزنم، از روغن نارگیل همیشه استفاده میکردم. ولی خب پارسال احساس کردم که یک مقدار شاید پوستم نیاز داره به این که کرم هم استفاده بکنم. مجدداً برگشتم به همون یک کرم ساده روز دارم، یک کرم ساده شب دارم که همین دوتا رو استفاده میکنم. ولی باز از این هم استفاده میکنم. یعنی خیلی روغن نارگیل روغن خوبیه به نظرم. خصوصیات ضد میکروبی هم داره، خصوصیات ضد قارچی هم داره که باز اینا هم برای پوست خیلی خوبه از این نظر. شما هم اگر که دوست دارید میتونید طبق نظر پزشک متخصص پوستتون استفاده بکنید ازش. این هم از این. یه چیز دیگه هم بهتون نشون بدم و بردم اینجا. ببینید این چیزی که مثلا من خودم میریزم توی قهوه، حالا قبلا که روغن نارگیل میریختم از همون ظرفی که بهتون میگفتم، ولی یه چیز دیگه هم گرفتم. اینم نه اینکه لزومی داشته باشه که همه بگیرن ها، اصلا. من حالا قبلا هم خواستم یه عکسی از این بگیرم براتون استوری بکنم، الان دیدم بد نیست آوردم بهتون نشون بدم. این پودر روغن MCT MCT اویل پاودر، خب که یه پودریه، نمیدونم توشو میبینید یا نه، یه مقدارم تهش مونده. کمه. و این البته توش مثلا اینگریدینتش رو بخونین، توش پودر پروتئین وی هم مثلا داره، فرموله شده. از این مثلا میریزم یه قاشق توی یه قاشق چای خوری، میریزم توی قهوه‌ام میخورم، چیز خوبیه. یا مثلا صبح برای پسرم که بعضی وقتا یه گفتم یه مخلوط اوتمیلی درست میکنم، یه دفعه توی یکی از لایو پارسال گفته بودم، مثلا توی اون هم از این دوتا قاشق اضافه میکنم.
همچین استفاده هایی. اما یه چیز دیگه هم که باز در مورد نارگیل دارم و باز آوردم یادم بود که بهتون نشون بدم، درشم با این بستم درشم باز بکنم براتون نگیدین چی بود. این آرد نارگیله. خوشبختانه قاشقش هم توشه، ولی اینجا بشقابی چیزی نیست نشونت بدم. این آرد نارگیله، ببینید آرد نارگیل خیلی چیز خوبیه. شما هم اگه دوست داشتید اینو بگیرید، این چیز خوبیه. حالا با این چی درست میکنم؟ با اینم برای بچه ها، مخصوصا الان که دیگه باز مدرسهشون شروع شده، صبح باش پنکیک درست میکنم. خیلی هم خوشمزه میشه، خیلی هم خوبه. به جای آرد، به جای آرد گندم از این استفاده میکنم با یه مقدارم آرد جوی دوسر. اصلا شما میتونید آرد جوی دوسر هم نریزید، یا میتونید مخلوطش رو بریزید، یا فقط از این بریزید، یا فقط آرد جوی دوسر بریزید، چیز خوبی در میاد. ولی اینم خیلی چیز خوبیه به خاطر اینکه فیبر خیلی خوبی داره، فیبر خیلی خوبی داره. حالا در کنار یه مقدار کوچولوی پروتئینی که داره یه مقدار خیلی کمی جزئی باز چربی هم توش داره، خیلی کم ها، ولی اون چیزی که شاخصه توش فیبر خیلی خوبی داره دیگه. مثلا کربوهیدراتی که فکر کنید مثل نشاسته الان آرد داره، این نداره. پس اگر مثلا شما تو کوکیاتون از این استفاده بکنید، توی پنکیکاتون از این استفاده بکنید، میدونید چقدر روی اندیس گلایسمی که مثلا همون کیک و شیرینی و کوکی و پنکیکی که دارید درست میکنید چقدر میتونه کمش بکنه اندیس گلایسمی کش رو. و این خیلی خوبه. پس اگه دوست داشتید همچین چیزایی رو بگیرید، نه الزاماً روغن نارگیل. باز مثلا اگر که روغن نارگیل هم خیلی مثلا حالا دارید میخواید استفاده ای ازش بکنید، روغن نارگیل بکر رو میتونید برای شیرینی پزیتون استفاده کنید. روغن نارگیل تصفیه شده رو حتی میتونید برای شیرینی پزیتون استفاده کنید. اما اگر از نوع بکر دارید استفاده میکنید، یعنی اون عطر نارگیل رو هم داره، تن تصفیه نشده است، این گفتیم که نقطه دودش حدود 170 درجه سانتیگراد، 175 درجه سانتیگراد، بهتره که اینو توی شیرینیایی که توی دمای پایین‌تر از 180 درجه سانتیگراد توی فر میذاریدش استفاده بکنید. محتاط باشید دیگه، رعایت بکنید این چیزا رو. اگر از نوع تصفیه شده دارید استفاده میکنید اشکالی نداره، دمای فرتون میتونه بالاتر هم بره. اینم از این نظر. پس موارد استفاده از روغن نارگیل رو هم بهتون گفتم. دسترسی برای همه آسون نیست، تو تهران بیشتره. نمیدونم منظورتون شاید آرد نارگیل بود. اگر آرد نارگیله نمیدونم، این فروشگاه های این آنلاین شاپ ها هم باید داشته باشن، میتونید سفارش بدید. فکر میکنم بر شهرستان هم ارسال حتما دارن و میاد براتون، مخصوصا دیجی کالا. نمیدونم البته داره یا نداره ها، ولی دیجی کالا عموما هر کالایی توش پیدا میشه، احتمالا شاید داشته باشه، امتحان بکنید. یه نکته دیگه هم بهتون بگم یادم اومد. خیلی قبل ها توی همین صفحه من یه پستی داشتم، چت خیلی از دوستان ندیده باشن، اتفاقا همین الان به ذهنم رسید که شاید دوباره پست رو ریپوست بکنم، دوباره پستش بکنم که دوستان جدیدم ببینن. این در مورد شیر نارگیله. خب مثلا شیر بادوم، شیر نارگیل، شیر سویا، که خب شاید دوستانی که گیاهخوار هستن طرفدار همچین محصولاتی هستن. ببینید من توی اون پستم گفتم و حتی یه نمونهش رو نشون دادم
البته از اینجا گرفتم دیگه، حالا میذارم حتما پوستر رو که ببینید. اینا فکر نکنید که الان شیر نارگیل خالصه، یا مقایسهش بکنید با شیر حیوانی، فکر کنید که الان اینا رو میتونید جایگزین بکنید، چون میدونید که مارکت، صنعت اینا خب چون دوست دارن محصولشون رو بفروشن طبیعتا تبلیغات زیادی روش میکنن، مهر وگن روش میزنن، مثلا میگن که بخورید انقدر کلسیم بدنتون رو تامین میکنه، اینا رو میان با کلسیم غنی سازیش میکنن. اولا دوما دسترسی زیستی کلسیم اینها آیا مثل دسترسی زیستی کلسیم در شیره؟ مسلماً نه، فقط ظاهر قضیه رو درست میکنن که مقدار کلسیمش چیزی باشه که برابری بکنه مثلا با شیر گاو، با شیر حیوانی. از این نظر میان بولدش میکنن. حتی اگر اینگریدینتش رو بخونید میبینید که ترکیبات دیگه ای هم داره. همون نمونه ای که من توی پوستر نشون دادم، مثلا آرد برنج هم توش داره. آرد برنج چه لزومی داره که توی شیر نارگیل وجود داشته باشه؟ مثلا برید شیر بادوم و شیر حالا شیره های گیاهی و عصاره های گیاهی رو بگیرید، میبینید همچین ترکیباتی رو میتونن تو فرمولاسیونشون اضافه بکنن. و اون وقت یه فردی این رو میگیره و فکر میکنه که شیر نارگیل اسم قشنگی هم داره، فکر میکنه که یه چیز گیاهیه، همه فکر میکنن که محصولات گیاهی فوق‌العاده‌ان، بی‌ضررن، عالی‌ان، جذب میشه و میگیره. یعنی اینو گفتم که هوشمندانه عمل بکنید، حواستون به قضیه باشه. صرف این که میبینید مثلا یه محصولی خوشگل، لوکس، تبلیغات زیادی روش میشه، جدید، اینا فریبنده است. یه پستی هم داشتیم، پست ما قبل آخر، در مورد سرخ کردن پیاز یا پیازداغ. یه نکته کوچیکی رو از یکی از لایف ها که در مورد خورشت کرفس صحبت کرده بودیم، اون تیکش رو جدا کرده بودم و به عنوان پست منتشر کردم و گفتم که موقعی که دارید پیاز سرخ میکنید آب توش نریزید، این آبه باعث صدمه زدن به اون روغن داغ میشه. اگر کامنت های اون پست رو بخونید میبینید که خیلی از دوستان یا یه تعداد از دوستان اومدن مثلا نوشتن که الان مثلا ما اگر گوشت رو بخوایم به این پیاز داغ اضافه بکنیم معنی اتفاقی میفته، الان پس ما نباید آب بریزیم داخل مایه ماکارونی پس اتفاقی میفته، باید اول سردش بکنیم، الان مثلا ما میخواییم بادمجون سرخ بکنیم باید درش رو ببندیم این آبا میاد توش این آسیب میزنه. ببینید یک جواب کلی میدم. یک، اولا که وقتی این نکات گفته میشه به خاطر اینه که ما به یک سری مواردی که دست خودمون هست و میتونیم جلوی اتفاق افتادنش رو بگیریم روی اونها هوشیار باشیم و نذاریم آسیب بیشتری به اون غذامون وارد بشه. اون نکته‌ای که من گفتم از همین جنسه. اما قرار نیست که ما الان با متوجه شدن این موضوع بیاییم بگیم که پس یعنی همین مواردی که مثال زدم روی اینها هم شک و شبهه داشته باشیم و یهو حالت وسواسگونه به همون دست بده. خوبه که محتاط باشیم، اما به این فکر کنیم که اصولاً وقتی که میگیم غذای سرخ کردنی، غذای سرخ شده، سرخ کردن غذا کار خوبی نیست، کار درستی نیست، به خاطر اینه که هر چقدر هم که ما رعایت بکنیم این اتفاقات توش میفته و چون این اتفاقات توش میفته به خاطر اینه که اون غذای سرخ شده غذای چندان سالمی دیگه به حساب نمیاد. حتی همون پیازی که من میگم آب توش نریزید، مگه پیاز خودش آب نداره؟
طبیعتاً اون اتفاقی که من بهتون میگم شما دستی دستی باعثش نشید، اون داره میافته توی اون روغنی. اگه من میگم پیاز لزومی به سرخ کردنش نیست، سرخش نکنید تا جایی که میتونید، به خاطر اینه که باز اون آسیبه رو بیاریم پایین. اگر من میگم پیاز رو بذارید آبش رو یه مقدار بگیره روی حرارت، بدون اینکه حرارتش، بدون اینکه بهش روغنی اضافه بکنید، اول بذارید توی تابه یه مقدار آبش کمتر بشه، بعد بهش روغنتون رو اضافه بکنید، به خاطر اینه که مواجهه آب با روغن باز یه مقدار کمتر بشه. ولی آیا من میتونم 100% جلوش رو بگیرم؟ نه. من میتونم مثلا از خیر خوردن مرغ سرخ کرده بگذرم؟ مسلمه که هیچ وقت هیچ کسی این کارو نمیکنه. همه مرغ سوخاری و مرغ سرخ شده رو دوست دارن و این کارو میکنن و این اتفاقی توی اون روغنه میفته و من نمیتونم جلوشو بگیرم. این یه چیز طبیعیه. وقتی که آب به روغن داغ میخوره این اتفاق میفته. پس من یه کاری بکنم که آب کمتری به روغن داغ بخوره. اگر مثلا میگیم که قبل از اینکه سیب زمینی رو سرخ بکنید آبش رو بگیرید و بعد مثلا خشکش بکنید و بعد بریزیدش توی روغن داغ، هم به خاطر اینه که شاید شما بیشتر به این جنبش نگاه میکنید که خب این باعث میشه که زودتر سرخ بشه، این باعث میشه که به مایتابه نچسبه، شما به این جنبه هاش نگاه میکنید. اما از نظر تکنیکی و اصولی و دقیق و علمی بخوایم واشکافی بکنیم و بگیم که این چه حسنی برای این غذامون داره، این باعث میشه که آب کمتری به اون روغن داغ بخوره و اون واکنش هیدرولیزی که میخواد در روغن اتفاق بیفته دیرتر اتفاق بیفته، کمتر اتفاق بیفته، ولی بالاخره میفته، چون که سیب زمینی خودش آب داره. اگه من میگم یه مقدار آبش رو بگیرین، یه مقدارش رو گرفتی. به خاطر اینه که اصلا سیب زمینی سرخ کرده چیز 100% سالمی نیست، یا غذاهای سرخ شده 100% سالم نیستن. فکر نکنید فقط این اتفاقه ها، فکر نکنید فقط این واکنشه ها. ما 4 واکنش خیلی مهم داریم که در حین سرخ کردن میتونه اتفاق بیفته و وقتی که یکی از این واکنش ها که همین واکنشه باشه زودتر اتفاق بیفته، میتونه بستر رو برای واکنش های بعدی پله پله سریعتر بکنه. یعنی آسیب اون روغنه با این روندی که اولش استارت خورد سریعتر صورت میگیره. به خاطر اینه که من بهتون میگم دستی دستی بیشتر یه کاری نکنید که آسیب اون روغنه بیشتر بشه. آب اضافه واردش نکنید. آب اضافه نکنید حین سرخ کردن سبزی، سرخ کردن پیاز و فکر کنید که الان آب دارید به جای روغنه استفاده میکنید. آره، شاید به نظر شما اینطور بیاد، اما دارید صدمه ای روغن رو بیشتر میکنید توی اون مدت زمان. این کار رو نکنید. رفتار با غذا اینه ها، رفتار با مواد غذایی اینه ها. یه سری از دوستان نوشته بودن وای که ما این رو هم نمیدونستیم. وای، یعنی این هم اشتباه بود؟ ببینید، من در جواب یکی از دوستان نوشتم که خب وقتی که بهمون نگفتن، وقتی که آموزشش رو ندیدیم، قرار نیست که ما هم درست عمل بکنیم. یکی دیگه از دوستان نوشته بودن که اصلا دیگه ما نمیدونیم تو اینستاگرام به کیو باور بکنیم. یکی اینو میگه، یکی اینو، یکی یه چیز دیگه میگه. اینم راست میگه. ایشون هم حق داره. منم براشون نوشتم که راست میگید. شما هم حق دارید. اما این بستگی داره که شما به کی اعتماد دارید. به کسی که داره در حیطه تخصص خودش صحبت میکنه یا نه یه چیزی رو، یه برداشت ذهنی که از یه چیزی شنیده و تحلیل ذهنی خودش داره میگه. این تحلیل ذهنی من نیست، این برداشت من نیست، این اصول علمیه که در مورد علم مواد غذایی وجود داره و اتفاقاتیه که به شکل شیمیایی در اون روغنه اتفاق میفته و من دارم میگم همین.
پس نگاه وسواسگونه نداشته باشیم دیگه، که حالا الان چه اتفاقی میفته، الان چی میشه. یا یکی از دوستان مثلا میپرسید که این چه واکنشیه، چه ترکیباتی تولید میشه. آخه من توی کامنت چجوری میتونم جواب بدم که چه واکنشی و چه موادی تولید میشه، وقتی من نمیدونم که شما اصلا اسم واکنش هایی رو که من میخوام بگم میدونید یا نمیدونید، اسم ترکیباتی که من میخوام بگم رو میدونید یا نمیدونید. اینجا که کلاس درس نیست که، اینجا فقط یه حالتی داری که فقط به شکل کلی و عمومی و جنرال من چیزی که میدونم رو به زبون ساده و کاربردی بگم که دوستانی که میخوان استفاده بکنن، دوستانی هم که نمیخوان هر طور دوست دارن قضاوت بکنن، یه چیزی هم پشت سر ما بگن. همین. اینجا هدف اینه. اگه آخر روغن رو بریزیم چی؟ اگه آخر روغن رو بریزیم که دیگه سرخ کردنی نمیشه. سرخ کردن میشه؟ نمیشه. و خیلی هم خوبه. من توی تمام غذاهام آخرش روغن رو اضافه میکنم. من مثلا براتون استوری کردم دیگه، دیدید. من عموما همه غذاهام بدون روغن درست میشن. و آخرش وقتی که داره سرو میشه غذا، روغن فرابکر زیتون درجه 1 عالی میریزم روی غذا سرو میکنم. شکل و شمایل غذاهام هم که دیدید. حالا شاید بعضیا دوست نداشته باشن، اما من خیلی دوست دارم و به نظر من میاد که شکل و شمایلش هم خیلی قشنگه. ذائقمون رو تغییر بدیم. اگر میخوایم واقعا به سلامتیمون داریم فکر میکنیم، برامون مهمه، میپرسیم که چی بخوریم، کدوم انتخاب رو داشته باشیم، چی کار بکنم بهتره، اگر همچین دغدغه هایی رو دارید، پس نشون میده که به سلامتیتون اهمیت میدید. پس در جهت همین اهمیتی که دارید به سلامتیتون میدید، پس سعی بکنید که تدریجا بتونید ذائقتون رو هم تغییر بدید. البته که عادت میکنه ذائقه. منم مثل شما با قرمه سبزی های خوشمزه بزرگ شدم، با همین غذاهای خوشمزهی که میشناسیم، هممون ایرانییم دیگه. ولی الان من هیچ رغبتی به خوردن اونها ندارم و غذاهای خودم رو خیلی خوشمزه تر و خیلی سالم تر و خیلی اصلا مشتاقم همیشه من به خوردن غذاهای خودم. کاش برای ما که گاهی دوست داریم سرخ کرده بخوریم چیزی معرفی بکنید. نوش جانتون سرخ کرده هم بخورید. من نمیگم که هیچ وقت نباید سرخ کرده بخوریم. چرا که نه؟ من مگه مثلا با بچه هم فست فود نمیرم بخورم؟ میرم. مگه سیب زمینی سرخ کرده اونجا رو نمیخورم؟ شده چند تا دونه هم که شده میخورم. پس نمیشه اجتناب ناپذیره. اما خودم توی خونه درست نمی کنم همچین چیزایی رو. سیب زمینی الان من اصلا یادم نمیاد آخرین باری که سیب زمینی سرخ کردم کی بوده، واقعا یادم نمیاد. سیب زمینی هایی که من درست میکنم، سیب زمینی یا توی فر یا توی ایرفرایره، یادم نمیاد. اصلا من سرخ کردنی چیز سرخ کردنی اصلا من باور کنی الان از من بپرسید آخرین چیزی که سرخ کردی چی بوده، اصلا من نمیدونم چی بوده. حالا فکر کنید ولی توی آشپزی ایرانی چقدر ما سرخ کردنی داریم. از سبزی سرخ کرده گرفته، از بادمجون سرخ کرده گرفته، از پیازا، از کدو سرخ کرده، بگید دیگه شما بهتر بلدید، اون کتلت، کوکو. من کوکو درست میکنم، براتون گذاشتم استوری کردم دیگه، کوکو سبزی هم براتون استوری کردم، کوکو کدو هم همین چند وقت پیشا براتون استوری کردم. با یک قاشق، نصف قاشق روغن تصفیه شده
زیتون برای چرب کردن ته تابه. تابه درست درمون داشته باشید، تابه خوب نچسب داشته باشید، هزینه برای سلامتی ایناست. روغنم یه مقدار خیلی کم تهش میریزید، درش رو ببندید، رفتار باش رو بلد باشید، یکی دو دفعه درست بکنید، دستتون میاد، به این خوبی هم میشه. عالی. بعدش روش چی میدم؟ روی اون کوکوه قشنگ پنیر پارمزان میذارم. پنیر پارمزانی که مثلا درصد چربی خوبی هم داره. خب؟ عالی. خوشمزه. پس چربی حیوانی هم الان داره دیگه. خوش عطر و خوشمزه و خوش طعم و بیست. اینطوری. برای کتلت راهکاری داری؟ برای کتلت هم بذاری تفه. برای کتلت هم میشه گذاشت تفه. برای فر و ایرفرایی روغن استفاده نمی کنید. ببینید یه راهکاری هم بهتون بگم. مثلا برای، چون من بیشتر سیب زمینی میذارم توی فر یا ایرفرایه، امروز هم من سیب زمینی اتفاقا درست کردم. اینطوری سیب زمینی رو که پوست میگیرید خلالش میکنید، اینو حالا بعضی وقتا من میذارم توی آب مثلا بمونه یه حدود 20 دقیقه، نیم ساعتی، یه ربعی، بستگی به زمانم داره. بعضی وقتا هم نمیذارم بمونه، اما بذارید بهتره. بعد که اینو آب کش میکنم، حالا فکر کنید که مثلا گذاشتم توی آب مونده، بهش ماست اضافه میکنم. مثلا دو قاشق ماست یونانی بهش اضافه میکنم، با زردچوبه، با فلفل سیاه و نمک تصفیه شده معمولی بدون یود. اینا رو با هم مخلوط میکنم و حالا بعضی وقتا هم این کارو میکنم، بعضی وقتا هم نمیکنم، چون ماست یونانیم 2% چربی داره دیگه. بعضی وقتا هم مثلا امروز این کارو کردم، یه نصف قاشق هم روغن زیتون فرابکر بهش اضافه کردم، نصف قاشق. خوب مخلوطش میکنم، میذارمش توی فر و این فوق‌العاده خوشمزه میشه. یعنی انقدر این خوشمزه میشه که من نگم بهتون چقدر خوشمزه میشه. قشنگ مغز پخت میشه، اون ماسته که به خوردش رفته و اون ادویه ها فوق‌العادهش میکنه. یه دفعه امتحان بکنید ببینید چطور در میاد. اما حالا انتظار کریسپی شدن و انتظار همچین حالتی نداشته باشید، اینطوری نمیشه، ولی فوق‌العاده خوشمزه میشه. ماست که میزنین چقدر بمونه؟ اصلا چیزی نمیمونه. من ماست میزنم، قاطیش میکنم، میریزم توی سینی افه. آیا حلوا خیلی مضره؟ چرا رفتیم تو بحث حلوا؟ با حلوا چی کار داریم اینجا؟ حلوا چیز خوبیه؟ معلومه که خوب نیست. برای چی فکر میکنید که حلوا خوبه؟ حلوا چی داره؟ حلوا آرده و شکره و روغن دیگه. اگه چیزی غیر از این داره به من بگید، شاید من نمیدونم. با حالا گلاب و هل و اینجور چیزا معلومه که چیز خوبی نیست. ولی ببینید یه چیزای اجتناب ناپذیر خوردنش، مثلا همین شیرینی ها. شیرینی چیز خوبیه، کیک چیز سالمیه، معلومه که نه. اما من خودم هم میخورم، نه اینکه فکر کنید حالا خیلی شیرینی میخورم، شیرینی خشک خیلی دوست دارم. یکی از عادتهای هر روز من اینه که قهوه و چایم رو بعد از ظهرها با شیرینی خشک میخورم. مثلا اگر شما یه کاپکیک رو تصور بکنید، این کاپکیک رو من در 3 نوبت میخورم، در 1 نوبت نه، و لذت هم میبرم ازش و خیلی هم دوست دارم. حالا این شیرینی خشک میتونه کاپکیک باشه یا شیرینی های خشک دیگه ای باشه، اما شیرینی تر خب دوست ندارم. شیرینی تر هر کسی یه جوریه دیگه.
اجتناب ناپذیره. دوست دارم. میبینید که مثلا چیزایی سالمی هم میخورم، اما خب این شیرینی رو هم میخورم. پس یه چیزایی اجتناب ناپذیره. اما مثلا حلو خوردن و زیاد خوردن و هر روز خوردن و یا اصلا به نظر من حلو خوردن ماهی یه دفعش هم شاید زیاده. حلو آدم برای چی باید بخوره؟ حالا مثلا اگر بگیم حلو شکری هم چیز جالبی نیست. فکر نکنید حلو شکری الان چیز جالبیه. حالا یه کنجدی بهش اضافه کردن، یه اردهی مثلا توش داره که الان فکر کنید که اون الان مجازیمونو بخوریم. نه اصلا همچین فکری نکنید. ولی حالا چیز خوشمزه اجتناب ناپذیره تو این دور زمان اینجور چیزا رو نخوردنش. اونم که اصولا میدونید که گفتیم خوردن یکی از لذت هاست دیگه. هم دوست دارن چیزای خوشمزه بخورن. وقتی هم که دارن میخورن اصلا به این فکر نمی کنن که این سالمه این ناسالمه. اون حس خوشایندشون که ارضا شد، بعدش حالا ممکنه فکر کنن که حالا میخوان رژیم بگیرن، یه چیز سالمی خوردن یا نخوردن، بعدش فکر میکنن. اون لحظه که آدم میخواد بخوره میره میخوره. خوش از مرغ درست کردنتون هم استوری بذارید. اتفاقا ما دیروز زرشک پلو با مرغ داشتیم. چه زرشک پلو با مرغی، به به به. زرشک پلو با مرغ قیافش رو میدیدین مثل این مجلسی ها. اما فقط روغنی که من استفاده کردم برای، حالا نمیتونم بگم که چه مقدار زرشک بود، برای زرشکش که خیلی هم پروپیمون من زرشک درست میکنم، خیلی پروپیمون، شاید به قول یکی میگفت زرشک برای تزئینشه، ولی من واقعا به زرشک بشه برای تزئین نگاه نمیکنم. زرشک چیز پرخاصیتیه. پس برای اون مقدار زرشکی که استفاده کردم، یه مایتابه مخصوص براش دارم، فقط یک قاشق غذاخوری روغن زیتون فرابکر استفاده کردم با حرارت خیلی کم. حرارت خیلی کم که قطعا آسیب میبینه ها، نگین که فرابکر الان داری حرارتش میدی. داره میدونم دارم حرارتش میدم، خودم هم میدونم، ولی با حرارت خیلی کم گفتم یاد اشکالی نداره. بعدش که روشم مثلا سرو میشه دیگه. انقدرم خوشمزه بود، جای شما خالی، انقدرم خوشگل بود که آدم فقط دوستش بهش نگاه بکنه. براتون گذاشتم یه دفعه عکس زرشک پلو با مرغ. حالا باز دوباره دفعه دیگه که درست کردم حتما باز براتون عکس میزنم. پنیر پیتزا هم حتما، در مورد پنیر پیتزا هم براتون صحبت میکنم. پنیر پیتزا هم فکر نکنید که پنیر خوبیه، پنیر جالبیه، اسمش پنیره. پنیر پیتزا داستان داره برای خودش. پنیر موزاریلا خیلی پنیر خوبیه ها، ولی پنیر پیتزاهای بم عمومی که استفاده میشه توی فست فودا، اونا داستان دارن، داستانشون هم جالبه. حتما در مورد روغن کنجد براتون صحبت میکنم به زودی، حتما، چون خیلی میپرسید. به نظرتون روغن سرخ کردنی از خرید هامون حذف بکنیم؟ اگر که غذای سرخ کردنیتون رو از برنامه غذاییتون حذف میکنید، آره روغن سرخ کردنی رو هم حذف بکنید. اما اگر غذاهای سرخ کردنی دارید، حتما روغن سرخ کردنی استفاده بکنید. حتما. حتما. و روغن سرخ کردنی رو برای پخت و پز استفاده نکنید. سرخ کردن، روغن سرخ کردنی. پخت و پز، روغن مخصوص پخت و پز. سالاد، روغن‌های مخصوص سالاد. به همین سادگی. خانم دکتر در کیک روغن پخت و پز میریزم، مشکلی نداره؟ نه، همین. روغن سرخ کردنی توی کیک نریزید. روغن آووکادو نه، روغن آووکادو اشبا نیست. روغن آووکادو خیلی روغن خوبیه و جزء روغن‌های غیر اشباه. همین دیگه. فکر میکنم که همه
سوالات رو جواب دادم و در مورد نارگیل هم که کلی صحبت کردیم. چه بحثی شد این بحث نارگیل. خوب شد که لایو رو برگزار کردم و چون امروز اصلا توی مود خوبی هم نبودم، تردید داشتم که بیام یا نیام، ولی خوب شد. شماره که احساس میکنم که هستید باهاتون صحبت کردم، خودم هم الان حس بهتری دارم. مرسی از حضورتون. امیدوارم که نکاتی که در این لایف هم گفته شد براتون مفید بوده باشه. مرسی از حضورتون. شب و روزتون بخیر هر جای دنیا که هستید. انشالله تا هفته دیگه ببینیم که چه موضوعی داریم که بخواییم راجع بهش صحبت بکنیم.